نشست صلح سوریه از روز چهارشنبه در سوئیس آغاز می شود. این نشست در دو مرحله برگزار شده. ابتدا نشستی بین‌المللی در مونتروی سوئیس و سپس دو هیئت سوری در ژنو با یکدیگر از روز جمعه مذاکرات را آغاز خواهد کرد. هدف اصلی نشست یافتن راهی است برای خاتمه بر جنگ داخلی سوریه. جنگی خانمانسوز که تا دو ماه دیگر 3 ساله می شود. اما معلوم نیست که نشست کنونی آنچنان تعیین کننده باشد، چرا که ایران یکی از مهمترین بازیگران منطقه‌ای در نشست حضور نخواهد داشت و سازمان ملل در آخرین لحظه سفر هیئت ایرانی به نشست را لغو کرده. جواد ظریف وزیر خارجه دلیل عدم دعوت از ایران را فشار آمریکا عنوان کرده و وزیر خارجه روسیان را تأسف بار خوانده است. اما دلیل دیگر پیچیدگی مذاکرات شرط مخالفان بشار اسد بر برکناری بیچون و چرای وی از قدرت است، شرطی که دولت سوریه همواره آن را نامشروع می‌داند. همزمان به دلیل تحریم‌ها علیه دولت سوریه، هواپیمای حامل نمایندگان دولت به دلیل عدم دریافت سوخت لازم ساعتی در فرودگاه آتن گرفتار شد. خبرنگار ما در آتن می‌گوید مشکل هواپیمای سوری تنها یک مسئله جزئی دیپلماتیک بود، اما نشانه است از پیچیدگی های مذاکراتی که قرار است در روزهای آینده در سوئیس برگزار شود.